سلام دوستای عزیزم، من شقایق هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام بلغور پلو ترکی درست کنم. بریم با هم دیگه مراحل درست کردنش رو ببینیم. خب ما برای شروع کار اول یه مقدار روغن داخل قابلمه میریزیم و باید پیازامون رو سرخ کنیم. خب ما تو مرحله اول پیاز رو سرخ کردیم. یه مقدار که پیاز طلایی شد باید مرغ رو بهش اضافه کنیم. فاصله تا پیازا سرخ بشه من یه دونه از این فلفلا رو میخوام خورد کنم و آماده کنم که به خوشمزگی پلومون 100 برابر اضافه میکنه این فلفلا. حالا شما میتونید از فلفل دلمه‌ای هم استفاده کنید. حلقه هم میتونه بمونه، ولی خب اگه بخواید میتونید یکم ریزترش کنید. خب الان این آماده است. برای این مقدار یه دونه کافیه. الان مرغی که داشتیم و به این پیازمون که یه مقدار طلایی شد و نرم شد اضافه میکنم. این فلفل قرمز هم از دوباره به همون شکل خرد میکنیم. خب الان توی این مرحله من یه مقدار زردچوبه ریختم توی مرغم. خب الان مرغ ما تقریبا آماده است، همینطور که می‌بینید، و 3 تا حبه سیر که خوردش کردم به این شکل به این مرغمون اضافه می‌کنم. تو همین مرحله سبزیجات هم بهش اضافه میکنیم. خب من دوربین آوردم جلو، فقط رنگش رو ببینیم. با حرارت کم این سبزیجات و مرغ رو با هم تفت میدیم و بهش ربش رو اضافه میکنیم. یه قاشق رو به گوجه و یه قاشق رو به فلفل. من قبلا هم بهتون گفتم من از رب فلفل خیلی استفاده میکنم. اگه میتونید از این رب فلفل استفاده کنید حتما بهتون پیشنهاد میکنم استفاده کنید، چون فوق العاده خوشمزه میکنه. اگر هم نداشتید همین فلفلایی که بهش اضافه کردید همون کارو میکنیم. همین رب گوجه رو بریزیم کافیه. ببینید این برغولای پلویی به این شکل هست، یکم درشته. یک کونه نصف یکم از نصف بیشتر شد که من تقریبا 1 و نصف. خب پس شد 1 و نصف از این بلغور پلویی. خب میخواستم از نزدیک این بلغور رو بهتون نشون بدم که من الان شستمش. قشنگ به این اندازه است، نه خیلی ریزه و نه خیلی درشته. مثل برنجای نیم دونه ما میمونه. فکر کنم تو سوپرمارکت‌ها بتونید پیدا کنید. روشون هم نوشته که بلغور پلویی. ما بلغوری که شسته بودیم و به این موادمون اضافه میکنیم. باید با مواد یه مقدار تفتش بدیم. با این موادی که از قبل درست کردیم سرخ میکنیم این بلغورا رو. خب تو این مرحله یه مقدار کره‌ای که داشتیم بهش اضافه میکنیم. کره خیلی خوشمزش میکنه بچه ها. خب تو این این مرحله نمکش رو اضافه میکنیم. البته حواستون باشه که ربمون نمکی نباشه. اون رب فلفلی که بهتون گفتم اکثرا نمکیه، ولی خب رب کجامون هم که اوقات نمکیه. یه مقدار رب من یه مقدار نمکیه، به خاطر همین من یه مقدار نمکش رو اضافه کردم و الان بهش آب جوش اضافه میکنم. حتما سعی کنید بهش آب جوش اضافه کنید و به ازای 1.5 لیوانی که توش من ریختم، یه لیوان دو لیوان سه لیوان آب. ببینید یه مقدار آب از روش رفت، یعنی برای 1.5 لیوان 3 لیوان کافیه. شما هم همین کارو کنید، 1.5 لیوان 3 لیوان آب که من آبش رو اضافه کردم زمان ریختن ادویه‌هاشه. من فلفل سیاه بهش اضافه میکنم، یه مقدار فلفل، یه مقدار زیره. زیره خیلی خوشمزش میکنه، حتما شما بهش زیره بریزید، و یه مقدار فلفل قرمز و همینطور کروبیبر. که این کروبیبرم مال من چون خیلی فلفلی خیلی کم بریزم. الان دیگه تقریبا همین موادش رو ریختیم. من جلو خواستم بهتون نشون بدم. ببینید الان آبش رو ریختم و میخوام درش رو بذارم تا بخواستم دوربین از نزدیک بیارم که ببینید. آبش هم کافیه، درش رو میذاریم تا به مدت نیم ساعت بپزه. 10 دقیقه اول اصلا به همش نمیزنیم. حواستون باشه که حرارتش هم رو حرارت ملایم باشه. درش رو میذاریم تا نیم ساعت. خب الان دیگه تقریبا غذای ما آماده است و ما زیر غذا رو خاموش میکنیم و به کمک یه دم کنی که روی در قابلمه میذاریم به این شکل. حتما باید دم کنی رو بذاریم. به این شکل یه دم کنی میذاریم روی در قابلمه و میذاریم تا بلغورمون دم بیاد. احتیاج هم نیست زیر گاز روشن باشه، زیر اجاق رو خاموش میکنیم و میذاریم تا 10 دقیقه. حدوداً 10 تا 15 دقیقه بمونه کافیه. من بعد از 10 دقیقه غذا رو میکشم و بهتون نشون میدم. خب دوستای عزیزم، همونطور که دیدید بلغور پلوی ما آماده شد. یه غذای فوق‌العاده راحت و خوشمزه‌ایه. امیدوارم شما هم درست کنید و از خوردن این غذای خوشمزه لذت ببرید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید.